یک، به صورت توریست. دو، به صورت کارمند بازرگانی ورزشی کارمند. همین کجا هستن؟ در سفارت. در بخش دوم شما در سفارتخانه‌ها قطعاً در تمام سفارتخانه‌ها مربوط به کشورهای مختلف یک بخش‌هایی رو قطعاً دیدید، بخش رایزن فرهنگ، بخش تجاری. قطعاً در بخش بازرگانی و تجاری یک سری افرادی هستن که شما رو رصد می‌کنن، از شما اطلاعات می‌خوان، فرم‌هایی رو می‌ذارن برای شما پر می‌کنید و مجبور هستید یک سری اطلاعات ریز بهشون بدید و از اون لحظه به شما در اون سیستم امنیتی در اون کشور دارای شناسنامه می‌شید. نیروهایی رو که در سیستم های اداری، وزارتخونه ها، نهادهای دولتی، بانک ها، مؤسسات، بانک مرکزی و هر جایی که میتونن جذب بکنن از طریق خود سفارتخونه ها در وهله اول سعی میکنن مدیریت بشن. پرداخت پول ها و دستورالعمل ها به چه چیزهایی احتیاج دارن در وهله اول سعی میکنن از داخل سفارت که خاک همون کشور محسوب میشه و هیچ کشوری نمیتونه به اون منطقه تجاوز بکنه یا دسترازی بکنه کنترل. یکی از مهمترین مواردی که سیستم های امنیتی و جاسوسی برای رسیدن به اطلاعات روز در یک کشور نیاز داره بررسی سطح اخبار و برنامه هاست. در بخش رادیو شما شاهد این بودید که در سال 57 به بعد برنامه های خوبی ابتدا به ساکن ساخته می شد. ولی این برنامه ها چرا قطع شد؟ شما فکر می کنید برنامه صبح جمعه با شما چقدر مخاطب داشت؟ مخاطبان رادیو به 85% در برنامه صبح جمعه با شما رسیده بود. سیستم امنیتی و جاسوسی از این میترسه، چون اگر در برنامه‌ای مثل صبح جمعه با شما بیان یک اطلاعاتی رو بدن، یک اخباری رو یه دفعه پخش کنن، یک افشاگری، یک روشنگری، یک اعتراض، یک اتفاقی رو رقم بزنن برخلاف سیاست‌های کشورهایی که دارن تأمین منافع میشن، میتونه تاثیرگذاریش رو 85% جامعه ای باشه که به عنوان مخاطب داره به رادیو گوش میکنه. بنابراین باید این منحدر بشه که باید رادیو باید مخاطبش از دست. آیا جمهوری اسلامی واقعا با ماهواره مشکل داره؟ آیا واقعا مشکل داره با ماهواره؟ نه، مشکل نداره. چرا؟ به دلیلی که شرکت تولید کننده ماهواره ریسیور دائما در حال تولید ریسیور مدر در اساس شرایط روز ارتباط جمعی و ماهواره‌ها در جهان هست. این هایی که پاکی میکنن به خاطر اینکه تمرکز ها از دست نره. عزیزان شما نگاه میکنید در تلویزیون، در رادیو و در سینما ما شکست بردیم، اصلا مخاطب نده انهدام و متلاشی کردن بنیان خانواده ها. زنی که متأهل هست چجوری به شوهرش خیانت کنه، بره با مردهای دیگه باشه. مردی که متأهل هست چجوری به همسرش خیانت کنه، بره با چند زن باشه. سیستم‌های امنیتی و جاسوسی میدونن یک مرد فقط روی یک نسل اثر میذاره با درصد 50، اما یک زن نه. احتمال اینکه روی پدر، مادر، خواهر و برادر تاثیر بذاره، یعنی نسل قبل بشه بکشه تو میدون هست. احتمال اینکه همسرش رو تاثیر بذاره روش تبه کشه داخل میدون هست. احتمال اینکه بچه هاشو و داماد یا عروسش رو بکشه تو میدون به جایی هم نمیرسه، به جایی هم برسه پوشش هوایی وجود نداره. برای اینکه بتونم این اعتماد به نفس کازه رو به دست بیارن چکار میکنن؟ دست به هر کار میزنن. چقدر براشون اهمیت داره وقتی کسی هزینه کرده رفته اسرائیل برای گشتن؟ حالا بیاد بره سوال کنی که شما نظرتون در رابطه با امرار معاش در اسرائیل چیه؟ معاملی که میتونه یک جامعه رو از تمام این گردابهایی که سیستم‌های امنیتی و جاسوسی تولید کردن
خرابی بده، پیوند خوردن مردم یک جامعه با اسطوره‌های تاریخی و قهرمانان ملیش هست. وحشت داره، باید نابود شه. بر اساس اون توضیحاتی که دادم، اینا میان در مقابل این ارزش ملی یک ارزشی رو شناسایی میکنن و در مقابلش قرار میدن. که این چیه؟ فرقی مردم کشور ما چی بود؟ دین اسلام جای ملی رو کی داشت تبدیل میکرد؟ کی داشت هزینه میکرد؟ کی داشت بها میداد؟ حکومت شاهنشاهی و شاهنشاه. بنابراین این آلترناتیو در اصل در مقابل ارزش ملی ما بود، اما برای اینکه بتونن ادامه بها دادن به ارزش ملی رو نابود کنن، باز چی رو از بین میبردن؟ حکومت شاهنشاهی. میگن در زندان ها بیش از 100,000 نفر زندانی سیاسی داریم. به نام خاک پاک ایران، عرض ادب و احترام خدمت یکایک که شما عزیزان که بیننده سری دوم برنامه های آموزشی ما از رستاخیز سیمرغ هستید. قبل از آغاز جلسه دوم اجازه بدید شاد باش عرض کنم 83 زادروز اولیا حضرت شهبانو فرای پهلوی ملک مادر به ایشون، خاندان ایرانساز پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی و همینطور تمامی عاشقان و دوستداران خاندان ایرانساز پهلوی خجسته و شادباش عرض میکنه. اما در جلسه دوم، همونطور که میدونید، ما در جلسه اول یک سری توضیحاتی رو دادیم که بسیاری از همیهنان عزیز ما پرسش‌هایی رو مطرح کردن در رابطه با اینکه این اطلاعات رو ما از کجا میاریم، چطوری پازلا رو میچینیم و چطوری میتونیم دسترسی پیدا کنیم به این اطلاعات. خب وقتی ما در رابطه با سیستم های امنیتی و جاسوسی صحبت میکنیم، قطعا در نگاه اول همه عزیزان فکر میکنن که خب یک سری اطلاعات کاملا محرمانه است و غیر قابل دسترسه. اما من در بخش نخست این برنامه میخوام توضیح بدم که از چه جاهایی ما به دست آوردیم و به دست میاریم، تحقیق و پژوهشمون به چه صورته، که همه شما عزیزان، کسانی که دنبال رسیدن به یک سری از مجهولات هستن، میتونن از این طریق اقدام بکنن و دسترسی پیدا کنن به این اطلاعات. و کار سختی هم نیستش، فقط یک مقدار باید انسان تعامل داشته باشه، صبر داشته باشه و پشتکار داشته باشه، بتونه دنبال آن چیزی که هست بگرده و پیدا کنه. چند سالی هست که در سوشیال مدیا شما شاهد انتشار یک سری ویدیوهای کوتاه کوتاه هستید از شخصی به نام یوری بزمینوف، یوری الکساندروویچ بزمینوف. این شخص مأمور ارشد کاگبه بوده و استاد پروپاگاندا سازی، جنگ روانی و فریب افکار عمومی در آکادمی نظامی شوروی و همینطور استاد دانشجویان دانشگاه کاگبه. یعنی انقدر این شخص تخصصی و حرفه‌ای این کار رو انجام میداده و تخصصش بوده که به عنوان استاد در کاگبه آموزش میداده این دروسو. و یوری بزمینوف یکی از افرادی هستش که خودش در ویدیوهاش اعلام میکنه برای ایجاد جنگ روانی و فریب افکار عمومی مأموریت داشته در هندوستان زندگی بکنه و اونجا این کار رو انجام بده. و شما میتونید ویدیوهای این شخص رو در سوشیال میدیا ببینید. من یک قسمتش رو گذاشتم. این ویدیویی که شما میبینید 7 بخش داره، هر بخشی 45 دقیقه تا 52 دقیقه است، اما فقط یک ویدیوش زیرنویس فارسی داره، بقیه یا انگلیسیه یا به زبان روسیه که شما باید بتونید ترجمه کنید یا بدید دوستانی که دارید ترجمه کنن و بهتون برسونن که مضمون صحبت‌های یوری بزمینوف رو متوجه بشید. در ویکی‌پدیا این شخص نوشته شده که در چه سالی عضو کاگبه شده، چه مسئولیت‌هایی داشته، در چه کشورهایی فعالیت داشته. و شما میتونید مواردی رو که داره الان که در ویدیوها شما میتونید ببینید که صحبت میکنه، اینها رو بسنجید با اتفاقاتی که در کشور ما رخ داده و یک سری از بخش‌های مجهول ذهنی شما نسبت به دوره‌های مختلف رو میتونه شکل بده و بسازه که خب این حرفی که الان
به اسمینوف زد در فلان تاریخ در این دوره در کشور ما هم دقیقا همین اتفاقات رخ داده، چه از نظر جنگ روانی، چه از نظر پروپاگاندا سازی، چه از نظر فریب افکار عمومی از طرق مختلف. و کتاب هایی هم که یوری بزمینوف داره که شما میتونید از طریق سایت آمازون خرید بکنید کاملا مشخصه، چندین کتاب مختلف هستش و شما میتونید از این کتاب ها استفاده کنید. در پایان هر کتابی منابع و مأخذ های اون مشخصه، در طول کتاب اسم هایی آورده شده، در طول کتاب تاریخ هایی آورده شده که شما به عنوان پژوهشگر یا محقق میتونید از اون نام ها، از اون تاریخ ها استفاده کنید، در موتورهای جستجوگر متفاوت سرچ کنید و ببینید که نسبت به اون اسامی، نسبت به اون تاریخ ها، نسبت به اون حوادثی که قید شده در کشورهای مختلف چه اطلاعاتی رو میتونید به زبانهای انگلیسی، آلمانی، فرانسه، اسپانیولی و روسی به دست بیارید و این یک زمان بسیار زیادی رو شاید از شما بگیره، ولی وقتی که یک سری قفل ها شکسته میشه تو ذهنتون و مجهولاتی رو از بین میبرید، قطعاً احساس رضایت خواهید کرد که ساعتها، روزها، هفتهها و ماهها رو زمان گذاشتید تا به این اطلاعات دسترسی پیدا بکنید. یکی از مهمترین کتاب‌های یوری بزمینوف که شما می‌بینید، ضبط کمیاب یا ضبط نادر از یوری بزمینوف هست. من فکر می‌کنم که الان در سایت آمازون دیگه وجود نداشته باشه، اما میتونید سرچ کنید، اگر بود بخرید و من بهتون پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو مطالعه کنید. اما شخص دیگری که شما میتونید از مقالاتش، از ویدیوهای افشاگرانش استفاده بکنید، کسی نیست جز فیلیپ جرالدی. فیلیپ جرالدی مأمور سازمان CIA در فرانسه و در آلمان، در ایتالیا و مسئول میز سیا در سفارت آمریکا در اسپانیا بوده، یعنی رئیس سیا در سفارت اسپانیا بوده. این شخص یکی از تئوریسین های ارشد مبارزه با تروریست در سازمان CIA بوده و یک سری مقالاتی رو در طول این چندین سالی که بازنشست شده داره می نویسه و یک سری مصاحبه هایی کرده که افشاگرانه است. مثلا یکی از مواردی که فیلیپ جرالدی بهش اشاره کرده در رابطه با دلایل حمله دانشجویان خط خمینی به سفارت آمریکا هست و اینکه چه کسانی پشت این کار بودن، چه کسانی هماهنگ کننده بودن و چرا 444 روز باید این اتفاق می افتاد، اثراتش به نفع کی تمام شده و و و و بقیه داستان. و یا اینکه نقش اسرائیل یا یهود یا صهیونیست در آمریکا چیست و اینکه چه کسانی امروز از صهیونیست در ایالات متحده آمریکا دارن حمایت میکنن. این مواردیه که فیلیپ جرالدی اینجا هم نوشته، فورمر CIA آفیسر، در یکی از مصاحبات هستش و خیلی جالبه که اصولا یک سری از اطلاعات در سیستم های امنیتی و جاسوسی از طبقه بندی خارج نمیشه، اما وقتی خارج میشه دو حالت بیشتر نداره، یا یک شخصی به عنوان مأمور اون سیستم امنیتی و جاسوسی دست به افشاگری میزنه که جونش به خطر میافته، و وقتی که جونش به خطر نمیافته داره صحبت میکنه، یعنی باز اون سیستم امنیتی و جاسوسی از افشاگری که داره میکنه داره یک برنامه رو اجرا میکنه و قرار یک اتفاقی بیافته. و وقتی بعد از 30-40 سال این اخبار اطلاع توسط یک مأمور افشاگری میشه، اطلاع رسانی میشه و هیچ اتفاقی براش نمیفته، یعنی یک برنامه دیگه‌ای در شرف انجام هست. فیلیپ جرالدی در خصوص نقش جاسوسان موساد در آمریکا، نحوه فعالیت آنان و بسیاری از موارد امنیتی دیگر مقالات و مصاحبه های زیادی دارد که برای همگان در دسترس می باشد، از جمله کارچاخ کنی برای صهیونیسم مسیحی و تأثیر اسرائیل بر آمریکا، که در واقع وقتی شما این مقاله را مطالعه می کنید می بینید که تأثیر اسرائیل بر اقتصاد آمریکاست، نه فقط روی آمریکا، از نظر اقتصادی، از نظر صنعتی و از نظر جامعه داخلی و مردم آمریکاست، که یک بحث بسیار مهمه و همینطور
مقاله ای که نوشته در رابطه با کارچاخ کنی برای صهیونیست، یکی از مهمترین مقالاتیه که به نقش صهیونیست مسیحی در ایالات متحده آمریکا پرداخته. یکی از مصاحبه های فیلیپ جرالدی در رابطه با نحوه به دست آوردن بمب اتم هست که اسرائیل چگونه به بمب اتمی دسترسی پیدا کرده و اینها رو شما هم میتونید دسترسی بهش پیدا کنید. و همونطوری که عرض کردم در این مقالات یا حتی همونجوری که اینجا میبینید دلایل، البته اینو در شک صحبت کرده، مطمئن نبود فیلیپ جرالدی که دلایل ترور جان اف کندی چیه، اما اعلام میکنه در 1960 جان اف کندی به عنوان پرزیدنت آمریکا اعلام کرده به اسرائیل که اگر شما دست از اتمی شدن ور ندارید و فعالیت بکنید برای رسیدن به بمب اتمی، ایالات متحده آمریکا کل اون خدماتی که برای شما داره انجام میده رو قطع خواهد کرد و دیگه در هیچ جای از شما حمایت نمیکنه. صحبت های جان اف کندی خطاب به اسرائیل و مسئولین و سردمداران اسرائیل بوده که بعد از اون میبینیم که جان اف کندی ترور میشه. و فیلیپ جرالدی مطالب بسیار زیادی رو در رابطه با نقش اسرائیل و چه اتفاقاتی رو در آمریکا رقم زدن گفته. یکی از اون مسائل اینه که بعد از ترور جان اف کندی و تا امروز FBI به عنوان مسئول حفظ امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا و حتی هماهنگی با سازمان CIA تا به امروز هیچ یک از جاسوسان اسرائیلی رو در خاک آمریکا دستگیر نکردن و پای این جاسوسان به FBI، به دادگاه و به هیچ جای باز نشده و کشیده نشده. و تنها در طول این همه مدت از 1948 که اسرائیل به رسمیت شناخته شده تا الان که 2021 هست، فقط یک مأمور جاسوس موساد شناسایی شده که اونم با تشریفات به اسرائیل عودت داده شد. بنابراین این راه تحقیقات و پژوهش هست که شما میتونید با در نظر گرفتن منابع و مأخذهای هر کتابی، اسامی که اومده، تاریخهایی که وجود داره، وقایعی که در چه کشورهایی رخ داده، چه کسانی اون وقایع رو دامن زدن بهش، اینها رو بگردید، در زبانهای مختلف، در جستجوگرهای مختلف مطالب ارزندهی رو به دست میارید و اینو باید بشینید با اتفاقاتی که در خاک کشورمون افتاده به صورت یک پازل چیدمان کنید، به یک جنبندی درست برسید تا بتونید مطلبی رو ارائه بدید و یک محتوای خوبی رو بسازید. اما قبل از اینکه به بحث جلسه دوممون برسیم، در رابطه با جلسه قبل بسیاری از عزیزان پرسش داشتن که مرزنشینان و اقوام و اقلیت‌های مذهبی چه جایگاهی دارن برای اینکه خب سیستم‌های امنیتی و جاسوسی چرا اصلا باید روی اینا کار بکنن و دلایلش رو جویا شدن که من عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید عزیزان، یک سری کشورها هستن که سیستم‌های امنیتی و جاسوسی روشون باید کار بکنن تا به اون اهداف مافیای کلان در جهان بتونن جامعه عمل بپوشونن. یعنی چی؟ ما کشورمون ایران از دیرباز همونطوری که میدونید مورد حمله قرار گرفته، چه از قسمت شمال توسط اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی، چه از جنوب توسط پرتغالیا، توسط انگلیسیا و در دوران مختلف. حالا اگر خواسته باشیم خیلی برگردیم به عقب، به 1400-500 سال پیش یا در زمان حمله عثمانی، هم عثمانی ها هم تازیان به کشور ما حمله کردن و یورش بردن. اما در طول تاریخ شما می‌بینید که ایران تیک و پاره شده. الان این کشوری که ما داریم با این مرز مشخصی که داریم مورد علاقه مافیای جهانی نیست. یعنی نمی‌خوان این کشور تمامیت ارزش حفظ بشه، می‌خوان تیک و پارهش کنن. یعنی چی؟ یعنی می‌خوان در واقع بالکانیزش کنن. چرا کلمه بالکانیزه رو استفاده می‌کنن؟ به دلیل اینکه شما اگر به کشور یوگسلاوی سابق قبل از تیکه و پاره شدنش نگاه بکنید، دقیقاً یوگسلاوی هم یک شرایط جو داخلی مشابه کشور ما داشت. یعنی چی؟ یعنی اینکه از نظر قومیتی، از نظر مذهبی، از نظر زبانی یا گویشی
تقریبا شبیه کشور ما بود. در کشور ما به چی کار دارن؟ در کشور ما به این کار دارن که برای مرزنشینان، برای اینکه بتونن شرایط رو فراهم بکنن که ایران رو تیکه و پارش بکنن، منظورمه، یعنی زبان آذری، کردی، عربی، بلوچ، پشتو، اردو و رو این مناطق میان رو چیا کار میکنن. اگر دقت بکنید از نظر اقتصادی کار میکنن، شرایط اقتصادی که مثلا فشار اقتصادی رو این جوامع زیاد باشه، شما شاهد این خواهید بود، هستید از سال 1979 یعنی 1357 در این مناطق فشاری که آورده شده، صنایع رو که تعطیل کردن تو کل ایران هیچ، اما صنایعی ما عملا اینجا نمیبینیم و موج نارضایتی رو شما خواهید دید که در این مناطق به عنوان تبعیض داره فوران میکنه، همینجوری روز به روز داره آتش شعله برتر میشه. یعنی مردمی که همیانان آذری ما، کرد ما، عرب زبان ما و همیانان عزیز ما در سیستان و بلوچستان دائما صحبت از تبعیض میکنن. چرا؟ میگن تبعیض هر چیزی که جمهوری اسلامی داره فقط در مرکزه. مرکز کجاست؟ خب تهران. در صورتی که این جو را میندازن برای اینکه اختلاف پیش بیاد، اگر بین مردم اختلاف پیش بیاد اون موقع حکومت برده، همون سیاست قدیمی انگلیسی ها، اختلاف بنداز و حکومت کن، اون موقع حکومت برده و میتونه نظر مافیا رو جلب کنه. تمام این سیستم ها رو، سیستم های امنیتی و جاسوسی، هم آموزش میدن هم ساپورت میکنن، از نظر آموزشی، از نظر منابع رسانه‌ای، از نظر منابع اخباری، از نظر منابع مالی، منابع هر چیزی که نیاز داشته باشن، تحت حمایت کامل سیستم های امنیتی و جاسوسی شکل میگیره تا بتونن رو تمام این بخش ها تمرکز داشته باشن و بتونن مدیریتش بکنن. حالا جدا از بحث اقتصادی، یک چیزی که از دیرباز در کشور ما رخ داده بحث آموزش به زبان مادری یا آموزش با زبان مادری. این فرق به بابا خیلیه در علوم سیاسی، خیلیه، به دلیل اینکه این افراد به عنوان یک سری از کسانی که ما بهشون میگیم پانترک ها، پانکورت ها، پان عرب ها و پان بلوچ ها و کسانی که دنبال تجزیه شدن هستن، دنبال این هستن که از بازی با کلمات به عنوان فدرالیست بیان دامن بزنن به این که خیلی خوب ما میخواییم با زبان مادری آموزش ببینیم. با زبان مادری، وقتی میگیم با زبان مادری یعنی آموزش داده شد به این پانها، به این تجزیه طلبها که زبان مشترک بین ایرانیانو به باد فراموشی بسپارید، بره از ذهن ها خارجه و تو مناطق خودتون فقط چی آموزش دید؟ مثلا زبان آذری، خب، یا زبان کردی یا زبان عربی و منابعی که لازم داره، جدا از منابع مالی سنگین، منابع علمی هم لازم داره و اینها چون خودشون این منابع رو ندارن مجبورن وامدار کشورهای دیگه بشن. یعنی اگر موفق بشن که مناطق آذری زبان رو تجزیه بکنن، اینها آموزش های بیوقفه و صدها میلیون دلار هزینه میکنن، هم توسط جمهوری اسلامی از داخل، توسط کشورهایی که مثل موریانه خاورمیانه از خارج دارن ساپورت میکنن، در یک مسیری با همسویی همدیگه برسونن به یک نقطه هدفی که تیکه پاره شدن ایرانه. یعنی چی؟
اگر مناطق آذری زبان ما جدا بشن منابع درسی ندارن. حالا اینجا به دو قسمت تبدیل میشه. یک سری هاشون میگن ما ترکیم، میخوام برم پیوند بخورم به ترکیه. یه سری هاشون میگن ما آذری هستیم، میخوام پیوند بخورم با جمهوری ارام با نام جلی آذربایجان شوروی. یادتون باشه این آذربایجان شوروی، آذربایجان شمالی که میگن نام جعلی ساختن، که ما اصلا آذربایجان شمالی نداریم، ما یه آذربایجان داریم که مربوط به ایرانه و نام اصلیش جمهوری ارانه. حالا اونایی که میگن به جمهوری ایران پیوند بخوریم، میخوام منابع درسیشون از اونجا تامین کنن، چون خودشون هم چه منابعی ندارن، یا برن از ترکیه یا عرب زبانهای همیانان عرب زبان ما برن از عراق و عربستان، که قطعا از عربستان میخوام منابع درسی و کتب و اینا رو تامین بکنن و چاپ کنن بیارن درس بدن. یعنی عملا از روز اول وابستگی 100% و نابودی کامل مردم اون منطقه هستش. و حالا بعد از گذشت 18 سال که یک بچه میرسه 18 سال خواسته باشه بیاد تا تهران، نه زبان فارسی بلد حرف بزنه، نه میتونه مرابطه علمی داشته باشه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. یعنی یک محدوده جغرافیایی کاملا محدود و نه با این گستردگی. خب این بزرگترین خطرش برای ایران از نظر تکیه و پاره شدن و اینکه نابودی مردم اون سرزمین هست، اون منطقه هست، اون قوم یا قومیت هایی که دنبال این اتفاق هستن به خیلی از مسائل دیگرش فکر نمی کنن. اما این پس بحث این که چرا سیستم های امنیتی و جاسوسی در شناخت ارزش های کشور تمرکز میکنن روی مرزنشین ها، اقوام، اقلیت های مذهبی. در هر سه قسمت این مطلب باید سطح نارضایتی سیاسی، اقتصادی و مذهبیشون رو بسنجن، باید سطح اعتقاداتشون رو بسنجن، سطح وابستگی به قومیتشون رو بسنجن و ببینن در این اقوام با این در اون مناطقی که هستش این اسطوره ها و قهرمانان ملی اون مناطق رو چیکار میتونن بکنن. مثلا در بخش آذری زبان ما در رابطه با ستارخان و باقرخان، در رابطه با همیانان گیلک ما در استان گیلان میرن میگردن یک نفر رو بولد میکنن مثل تجزیه طلب میرزا کوچک جنگلی، اونا رو بولد میکنن برای مردم و ازشون یک بوت میسازن که بگن آ میرزا کوچک جنگلی. دیگه نمیان بگن میرزا کوچک جنگلی دنبال تجزیه ایران بود، دنبال جدا کردن بخش گیلک کشور بود، یعنی اومد که گیلان رو جدا بکنه و جمهوری گیلان رو اعلام بکنه. تمام این اتفاقات رو روی مرزنشینان، اقوام و اقلیت‌های مذهبی بررسی میکنن، رقم میزنن و براشون برنامه نویسی میکنن که چه اتفاقاتی رو باید برای اینها در طول 5 سال، 10 سال، 30 سال رقم بزنن، در نهایت بعد از 40 سال به کجا برسوننشون. امیدوارم که عزیزان جوابشون رو گرفته باشن. اما سازمان‌های امنیتی و جاسوسی چه مراحلی را برای ایجاد انقلاب و حفظ آن آموزش داده و اجرا می‌کنند؟ همونطوری که در ویدیو اول صحبت کردم و به اطلاع رسوندم، ما روی صحبتمون فعلا در رابطه با اتفاقات قبل از سال 57 هست و دلایلی که یا شرایطی که سازمان‌های امنیتی و جاسوسی فراهم کردن برای سرنگونی حکومت شاهنشاهی و اینکه چه اتفاقاتی رو رقم زدن. ما به این مسئله داریم الان میپردازیم. تا سال 57، بعد از سال 57 هم خواهیم پرداخت. اما بعد از جلسه دوم با توجه به شرایطی که در حال حاضر وجود داره، همیانان عزیز ما درخواست کردن در رابطه با یک موضوع دیگه هم صحبت بکنیم که اون به صورت فورس ماژور بعد از جلسه دوم صحبت میکنیم و اون ویدیو ساخته میشه، تقدیم حضورتون میشه و اون ویدیو در رابطه با روابط جمهوری اسلامی با اسرائیل از 1357 است، بر اساس اطلاعاتی که همیشه در طول این 43 سال پنهان مونده و امروز
دارن تلاش میکنن که اون تابوهایی که ما در رستاخیز سیمرغ شکستیم از روابط پنهان و پشت پرده جمهوری اسلامی و اسرائیل رو بیان تطهیرش بکنن، بیان و بگن که نه اینا دروغه، اینها یک جنگ طولانی مدت 43 ساله دارن و روابط بین اسرائیل و جمهوری اسلامی همیشه خصمانه بوده و و و و. اما ما برنامه‌ای که در سری سوم خواهیم ساخت و تقدیم حضورتون میکنیم، برنامه با همین مضمونی که عرض کردم، روابط جمهوری اسلامی با اسرائیل از 1979 یا 1357 که تیترش هم مشخصه و با اسناد و مدارک تقدیم حضورتون خواهد شد. اما بپردازیم به جلسه دوم. در مرحله نخست کاری که سیستم ها و سیستم سازمان های امنیتی و جاسوسی میکنه برای اینکه بتونه به اهدافش برسه و شرایط جامعه رو ببره به سمت سرنگونی و به صورت یک شیب تند ایجاد بکنه که با سرعت به سمت سرنگونی پیش بره، تضعیف روحیه است. در بخش تضعیف روحیه نیاز به یک سری ابزار داره و نیاز به یک سری برنامه ها داره که اونها رو باید اجرا بکنه، که اولیش نفوذ هست، دومیش پروپاگاندا سازیه و سومی تماس مستقیم، که این سه عامل رو باید ایجاد بکنه برای اینکه از عملیاتی که رو این سه بخش انجام میده برسه به تضعیف روحیه در دل یک جامعه. در ادامه توضیح خواهم داد که یک جامعه از چند بخش، از چند طبقه، از چند حلقه تشکیل شده و در این بحث تضعیف روحیه ما به کدوم حلقه نیاز داریم که بررسی بکنیم. اما سازمان‌های امنیتی و جاسوسی نیاز دارن برای تضعیف روحیه و برای اینکه نفوذ کنن در حلقه‌های چهارم امنیتی به بالا نفوذ داشته باشن. یعنی چی؟ این حلقه‌ها چی هست اصلاً؟ حلقه چهارم چیه؟ قبلش چیه؟ بعدش چیه؟ سازمان‌های امنیتی و جاسوسی حلقه هایی رو که ایجاد می کنن در رابطه با کشورهای متاسفانه مثل کشور ما ایران 7 حلقه است. حلقه نخست که در مرکز قرار داره که می بینید، این حلقه سران حکومت هست. حلقه 2، حلقه 3، حلقه 4، 5، 6 و 7. حالا چرا از حلقه چهارم به بالا؟ به دلیل این که از حلقه نخست تا حلقه سوم خودشون در جریان یک سری از اطلاعات هستن، یک سری برنامه ها رو خودشون میدونن. بنابراین سیستم های امنیتی و جاسوسی از حلقه چهارم به بعد وظیفه دارن کارشون رو انجام بدن. اون بخش از سیستم امنیتی و جاسوسی که موظف در شرح وظایف سازمانیش تعیین شده که کارشون در بخش جاسوسی چی است، نفوذ میکنن در این چهار بخش، برنامه‌ریزی میکنن، کارگروه های مختلف دارن، همه اینا رو تشکیل میدن، شروع میکنن روی این چهار بخش. حلقه چهارم حلقه نخبگان و فرهیختگان هست. نخبه و فرهیخته در سیستم های امنیتی به کسانی گفته میشن که مردم عادی و عوام اونها رو میشناسن، بهشون احساس وابستگی یا دلبستگی دارن، مثل هنرمندان، مثل ورزشکاران، مثل دانشمندان و امثال اینها، افراد فرهیخته و کسانی که جامعه بهشون احترام بیش از حدی میذاره و دنبال روی اونها هستن. بخش‌های مختلف جامعه مخصوصا در قشر جوان یک جامعه میتونن سرمشق خودشون رو یک هنرمند قرار بدن، میتونن یک ورزشکار قرار بدن یا یک دانشمند قرار بدن. به همین دلیل این بخش، بخش چهارم، یکی از مهمترین بخش هاست که میتونه خیلی از عوامل محیطی رو به دنبال خودش بکشونه. و بعد همینجوری تا مرحله پایانی، مرحله هفتم، یعنی حلقه هفتم. اما بنابراین پس به اینجا رسیدیم که
نفوذ در حلقه چهارم امنیتی به بالا، یعنی 4, 5, 6, 7 و پروپاگاندا سازی. ما تا الان از پروپاگاندا سازی فقط اینو شنیدیم که میخوان پروپاگاندا سازی کنن و ببرنش بالا یک شخصی، در واقع پروموتش کنن، در صورتی که این اصلا یک تکبودیه. ما پروپاگاندای منفی داریم، پروپاگاندای مثبت داریم در سیستم رسانه‌ای، در سیستم‌های کاملا مشخص امنیتی و جاسوسی، هر دو اینها رو داریم. مگه میشه ما قبل از اینکه خواسته باشیم مثلا یک نفر رو پروموت کنیم، نفر قبلی که میخوان جایگزینش کنن رو نکوبیده باشنش؟ اون ترور شخصیتی، اون تخریب، اون شایعه سازی، تمام اینها جزو پروپاگاندای منفی هستش. و بعدش میان یک نفری رو میسازن به عنوان آلترناتیو ارزش قبلی که اون نیاز به پروپاگاندای مثبت داره. در واقع دو بازوی بدون انکار هستن، یعنی مکمل هم دیگه هستن. اگر بیان پروپاگاندای مثبت بسازن، مخصوصا در جامعه ایرانی پروپاگاندای مثبت بسازن برای یه نفر، اما نفر قبلی رو تخریبش نکرده باشن، جامعه پس میزنه، قبولش نمیکنه. و اگر کسی رو بولدش نکرده باشن، پروپاگاندای مثبت نساخته باشن، پرومودش نکرده باشن با عناوین مثبت و فقط خواسته باشن نفر قبلی رو یا گروه یا دولت یا حکومت قبلی رو تخریب بکنن، باز جامعه ایرانی پس میزنه. جامعه ایرانی رو شناختن و روش تحقیق کردن. وقتی میخوای یک چیزی رو از جامعه ایرانی بگیری، از مردمان کشور ما بگیری، باید یک چیزی رو بهشون تحویل بدی. و اینها فرمول این سیستم رو در جامعه ما با روانکاوی اجتماعی، با روانکاوی مردم به دست آوردن. بنابراین این پروپاگاندا سازی منفی و مثبت همزمان صورت میگیره با هم دیگه. یعنی شما شاهد بودید در سالهای قبل از 57 1979 انتشار اخبار، که انتشار شایعات بر علیه پادشاه و خاندان ایرانساز پهلوی و مقامات لشکری و کشوری را همزمان انجام می‌دادند، و از طرف دیگه شما در همون زمان شاهد بودید تبلیغات گسترده برای معرفی آلترناتیو و رشد و شناخته شدن در عرصه داخلی و بین المللی انجام می‌شد. یعنی چی؟ یعنی وقتی می‌اومدن در رابطه با خاندان ایرانساز پهلوی یا مقامات لشکری و کشوری شایع سازی میکردن، حالا توسط چه کسانی؟ سیستم های امنیتی و جاسوسی، سرویس های امنیتی و جاسوسی اینها رو آموزش میدادن به احزاب و گروه ها. یعنی مثلا که نه، حزب توده توسط رادیو کنفدراسیونی که داشتن در آلمان شرقی یا رادیو اسرائیل، آقای منوچهر ساچمچی، اینها آموزش میبینن که بیان یک سری شایعاتی رو بسازن برای شاهنشاه، خاندان ایرانساز پهلوی، مقامات لشکری و کشوری، و پخشش میکنن. این میشه این پروپاگاندا سازی منفی. همزمان میان صحبت‌های روح‌الله خمینی رو پخش میکنن، کارشناس میارن در رادیو، در بخش‌های مختلف در رابطه با روح‌الله خمینی مثلا صحبت میکنن که چرا روح‌الله خمینی در مقابل انقلاب سفید شاهنشاه آریامهر اومد اون اعتراضیه رو فرستاد، و در نهایت در 15 خرداد 42 چه اتفاقی در کشور رخ داد؟ چرا این همه طلبه و آخوند در قم در حوزه علمی کشته شدن؟ ببینید، بعد از این یک جریان مثبت نشون میدن، از صحبت‌های روح‌الله خمینی یک جریان مثبت نشون میدن،
یک آدم بسیار مثبت و روحانی نشون میدن و تمام این اتفاقات رو در شرایطی رقم میزنن که میخوان شاهنشاه رو و خاندان ایرانساز پهلوی رو تخریب بکنن و بکوبنش. یعنی پروپاگاندای منفی همزمان پروپاگاندای مثبت برای معرفی آلترناتیو. آلترناتیو برای چی؟ چون بحث سرنگونی هست. در ویدیو اول عرض کردم موقعی که بحث سرنگونی است باید در مقابل ارزش‌های ملی یک کشور یک آلترناتیوی رو بسازن و رشدش بدن. حالا این ارزش رو وقتی میخوان از بین ببرن، پادشاه یک کشور رو میخوان ترور شخصیتیش بکنن، تخریبش بکنن، ضعیفش بکنن و هواداراشو بیارن پایین، هوادارا رو وردارن از تو اتاق پادشاه ببرن تو اتاق روح‌الله خمینی، پس در نتیجه اینجا آلترناتیو سازی داره میشه در مقابله با شاهنشاه. در مقابله با شاهنشاه این آلترناتیو سازی وقتی صورت میگیره در وهله اول خواص میدونن. یعنی چی؟ یعنی همون افراد بین حلقه دوم تا سوم، دوم و سوم. رشد شناخته شدن در عرصه داخلی میشه از حلقه چهارم تا حلقه هفتم. بین المللیش هم که رسانه ها انجام میدن، چون از نظر سیستم های امنیتی و جاسوسی برای سرنگونی یک حکومت و رسیدن به دگرگونی حکومتی مردم جایگاه خاصی ندارن. مردم موتور محرکی آخر هر دگردیسی یا دگرگونی هستن. دگردیسی با دگرگونی خیلی فرق داره. دگردیسی یعنی رفرم شکلی، کاری که الان دارن با جمهوری اسلامی انجام میدن و همیانان ما حواسشون نیست، و دگرگونی داستانش متفاوت. بنابراین این شد پروپاگاندا سازی، نفوذ در حلقه های چهارم امنیتی به بالا. وقتی بتونن نفوذ کنن در دل دانشمندان، در دل هنرمندان، در دل ورزشکاران و اینا رو تضعیفشون بکنن در بخش های مختلف از نظر روحیه‌ای، بگن که این حکومت اینجوریه، این حکومت به شما میدون نخواهد داد، شما اگر در یک حکومت اینچنینی زندگی بکنید چقدر شرایط علمیتون روش خواهد کرد، چقدر شرایط اقتصادیتون روش میکنه، چقدر شرایط ورزشی و هنری و و و و و, و. اینها نسبت به اون حکومتی که در کشور برقراره مثل قبل از سالهای 57 ناامید میشن و شروع میکنن چی؟ شروع میکنن نسبت به حکومت شاهنشاهی مبارزه کردن. یعنی در اون زمان اگر شما نگاه بکنید یکی از نشانه های روشن فکری مبارزه با حکومت شاهنشاهی شایع ساختن یا ترویج شایع در رابطه با شاهنشاه، خاندان ایرانساز پهلوی، اولیا حضرت گرفته، شاهزاده رضا پهلوی با اینکه یک کودک بود تا رسید به 16-17 سالگی گرفته، مقامات کشوری و لشکری براشون هم فرقی نمی کرد که چی هست، کی هست، چی میگن. مثلا در رابطه با روابط زناشویی امیر عباس و هویدا، نخست وزیر 13 ساله حکومت شاهنشاهی، با همسرش لیلا امامی، برید ببینید چه مطالبی رو گفتن در رابطه با روابط خود شاهنشاه، در رابطه با نحوه زندگی خاندان ایرانساز پهلوی. همش تو بوق کرنا میکردن در رادیو اسرائیل، در رادیو حزب فرای پهلوی فقط با شیر حمام میکنه، یعنی توی وان پر شیر میکنه، از دوشش هم شیر میاد که برای پوستش خوب باشه. شایعه ببینید چجوری ساخته میشه و ترویج داده میشه. یا در رابطه با خود حکومت، این که سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک روزانه تعدادی رو میکشن، ناخون میکشن. یکی چند وقت پیش، پارسال بود من یا چند سال پیش بود، دیدم که نوشته بود که یا در یک مصاحبه که ساواک خرس رو انداخته بوده که با یک مرد که توی زندان بود بهش تجاوز بکنه. خب ببینید، بعد مردم اون زمان هم اینا رو باور میکردن،
بعدی داستان اینجاست که مردم باور میکردن، ولی امروز که به دختران ایرانی تجاوز میکنن، تو زندان ها بعد از تجاوز اعدامشون میکنن و هزار بلا سر بانوان ایرانی در زندان ها میارن، امروز که سر مردها و پسرهای جوان در زندان این همه بلا میارن، بهشون تجاوز میکنن و مثل داستان سال 88 در کهریزک جونشون رو زیر شکنجه از دست میدن، هیچ کس صداش در نمیاد، هیچ کس متوجه نمیشه، هیچ کس اصلا بهش نمیپردازه. یا در آبان 98 وقتی تعداد کشتار در همون زمان به بیش از 5800 تن میرسه، کسانی که جونشون از دست دادن در طول 15 روز، همیشه آمار دروغ رو منتشر میکنن که در طول این مدت 1500 تن کشته شدن. و در زاویه مقابل شما میبینی در 17 شهریور 57 که اسمش گذاشتن جمعه سیاه، 78 نفر کشته میشن طبق آمار رسمی خود جمهوری اسلامی بعد از سال 50، اما اون روز اعلام کردن 3-4 هزار نفر کشته شدن. این داستان ها خیلی جالبه چون پروپاگاندا سازی منفی در رابطه با حکومت، در رابطه با حلقه اول حکومتی، حلقه دوم و حلقه سوم نیاز هست تا بتونن همون حلقه سازی اول که میشه آلترناتیو و بقیه را به عنوان پروپاگاندا سازی مثبت در دستور کارشون داشته باشن و اجرایی کنن. اما تماس مستقیم یکی از مهمترین عواملی که سازمان‌های امنیتی و جاسوسی میتونن نتیجه کار خودشونو، همونطوری که در بخش اول در ویدیو اول عرض کردم که چه کارهایی را انجام میدن، نتیجه کار خودشونو ببینن و روش بیشتر فوکوس بکنن، در حفظ شرایط و بررسی تماس مستقیم است. این پروپاگاندا سازی اتفاق افتاده. حالا در بخش تماس مستقیم چه برنامه ریزی هایی صورت میگیره؟ تمام اون عواملی که نیاز بوده دست به دست هم دیگه بده، شناخته بشن تمام بخش های جامعه تا برسیم به شستشوی مغزی. یعنی چی شستشوی مغزی؟ حالا وقتی یک حلقه از اون چهار حلقه، 4-5-6-7 میشه 4 حلقه، یک حلقه حتی اگر این پروپاگاندا سازی منفی رو باور بکنه حتی در حد 40%، در حد 40% شرایط برای اون افرادی که به عنوان خبرنگار، به عنوان توریست، به عنوان کارمندان سفارت، به عنوان تاجر، کسانی که جاسوس هستن و اومدن وارد کشور شدن تا وظیفه‌شون انجام بدن، حالا با یکی از این اسامی کارت کردن، شرایط براشون مهیا میشه که شروع بکنن به شستشوی مغزی رو اون حلقه‌ای که حتی 40% از پروپاگاندا سازی منفی روشون اثر گذاشته. شما امروز شاهد این هستید که هرچی براندازان و مخالفین جمهوری اسلامی میان اخبار درست و از هر نظر، از نظر شکنجه هایی که صورت میگیره، از نظر قتل‌عامی که انجام میگیره توسط جمهوری اسلامی، از نظر اختلاس و دزدی و غارت و واگذاری دریاها و واگذاری خاک و هر چی که صحبت میشه به هیچ جایی نمیرسه. چرا؟ چون شرایط و سیستم های امنیتی و جاسوسی برای مردم، برای مخالفین، برای براندازان مهیا نمی کنن. اما در زمان شاهنشاه آریامهر، در زمان حکومت شاهنشاهی، تمام ابزار مهیا بود، رسانه مهیا بود، مطبوعات مهیا بود، تمام حلقه ها هر 7 حلقه رو توشون نفوذ کرده بودن و از حلقه سوم به بعد اکثرا شده بودن مخالف حکومت شاهنشاهی، با توجه به اینکه موساد، کاگبه، CIA و سیستم امنیتی و جاسوسی فرانسه
روشون کار شدید کرده بودن و این شستشوی مغزیه در این حلقه ها خوب صورت گرفته بود در اون زمان، یعنی تمام هزینهشون رو گذاشته بودن که مغزها رو شستشو بدن. حالا پروپاگاندا رو ساختن، منفی رو برای حکومت شاهنشاهی ساختن، رسیدن به شستشوی مغزی. در شستشوی مغزی دو تا کار انجام میدن بر اساس توانایی سنجی که روی افراد انجام میده، یا اینو میارن جزء سردمداران برای اینکه بتونن به این آلترناتیو سازی و شناخت آلترناتیو کمک بکنه، یا اگر ببینن توانایی فن بیان دانشش زیاد نیست، تقویت نمیشه کردش که ببرنش توی سردمداران. مثلا میگم در زمان حکومت شاهنشاهی مثل هاشمی رفسنجانی، مثل موسوی اردبیلی، مثل علی خامنه ای، اینها کسانی بودن که سیستم امنیتی روشون کار کردن، رشدشون دادن، چون تواناییشو داشتن که خواسته باشن نقش آفرینی بکنن. اما اونایی که انجام نتونستن بدن چه اتفاقی افتاد؟ بردنشون، جذبشون کردن در گروه ها و احزاب تروریستی، گروه زدن، شروع کردن شبکه سازی کردن. یعنی چی؟ یعنی از نهضت آزادی، حزب فلان، حزب فلان، هی شروع کردن کنده شدن، رفتن یه گروه جدید زدن، یه سازمان جدید زدن، شد سازمان مجاهدین، شد حزب توده، شد نمیدونم چریکان فدایی خلق. چریکان فدایی خلق بعد شد دو دسته، اقلیت و اکثریت. همه اینها رو میارن جزء بخش هایی از همین سیستم، روشون کار میکنن و در زمان لازم ازشون استفاده ابزاری میکنن. پس بخش بندی که سیستم های امنیتی و جاسوسی انجام میده برای رسیدن به این که بتونه حکومت رو سرنگونش بکنه، تا اینجا رسیدیم به جذب در گروه ها و احزاب تروریستی. شما با بررسی اتفاقاتی که در سیستم های امنیتی و جاسوسی میفته، مخصوصا در رابطه با کشوری مثل کشور خودمون ایران، از زمانی که شروع کردن، حتی شما میتونید از 1320 برید تحقیق بکنید که چه اتفاقاتی رو رقم زدن، یا از زمان قاجار بررسی بکنید. همونطوری که میبینید به پایان قسمت دوم رسیدیم. همیانان عزیزمون در سرتاسر ایران با نافرمانی مدنی خشونت پرهیز بتونن به قیام نجات بپیوندن و این قیام نجات رو سریعتر در سراسر ایران راه بندازن، تا قبل از اینکه مافیا و حکومت‌های مافیایی خواسته باشن جمهوری اسلامی رو یک تغییر شکل بهش بدن، رفرم شکلی برسونن، ایران رو تیک و پاره بکنن و به تجزیه برسونن، طبق وظیفه که از سال 57 رو دوش جمهوری اسلامی گذاشته شده که به اینجا برسونن کشور رو، مردم عزیز کشورمون تکون بخورن و بیان وسط که بتونیم ما مردم کشورمون رو نجات بدیم، نه مافیا. خواهش که ازتون داریم برنامه ها رو منتشر کنید. ما در رستاخیز سیمرغ در یوتیوب، در فیسبوک، در هر جایی، در اینستاگرام همیشه مورد حمله سایبری های جمهوری اسلامی هستیم و دستمون کوتاست از اینکه بخوایم مطالب رو منتشر بکنیم. بنابراین همزمان با اینکه برنامه رو ببینید، لایک و انتشار فراموش نشه. اگر اولین باری که این برنامه رو میبینید، کانال یوتیوب ما رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید تا بعد از قرار گرفتن و آپلود کردن فیلم در شما نوتیفیکیشن بیاد و سریع ببینید ویدیو رو. با لایک و انتشار ویدیوها ما رو حمایت کنید و اینکه انتشار با شما عزیزانه، چون رسانه شما هستید. طبق معمول همیشه برای شما عزیزان بهترین ها رو از صمیم قلبم آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی، برافراشته با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است و خاک ایران تنها سرای من است. تا برنامه دیگر، بدرود.